سلام. وای چقدر سریع هست. آجه FPS 60 حال هم داره بد میکنه. ای من اسلاید میزنم بلند میشم نمیدوه ولی موومنت رو دوست دارم. یعنی یاد قدیما که موومنت میزه جلو انمی و این داستان ها. یه دونه نید بندازیم. نیدش که بعید میدونم فرقی کنه. این چیه؟ فلش بله. شوتینگ رو دوست دارم، سرعت بازی رو دوست دارم. این تاکتیکال ADS رو نمیدونم دوست داشته باشم یا نه. دوست ندارم. نره 60 FPS هم داره حاملم میکنه. نید ویل نید هم دوست دارم. یا مولتی کیل چطوری آجه تو مولتی؟ به نظرم خوبه، نه خیلی کمه نه خیلی زیاد، یعنی نرماله. یعنی اینو با 6 ماه پیش میگرفتیم که نگرفتیم. حالا دیدی اینجا رو؟ نه از اینجا پرید چقدر سری پرید؟ نه کن؟ نه با منطقه منطقه اصلا داداش این داداش اپریتورهای بازی. اپریتور راکت رو داره اینور، پرایس رو داره که بعد شما والت رو خریده باشی. والت نگرفته الان اینجوری. آره حاجمیر تو من نگرفتی که برش باز نیست دیگه. آره دیگه نگرفته. نه گست رو داریم ولی گست برش بازه. عجیبه ولی عجیبه. گست برات بازه. دوست دارم تو بازی ببینیم رفی تو بازی دستکش ها شاجه. من خیلی دوست دارم. بله اوف عجب گست سکسی. آه نمیذاره برداری اینجا میری توش نمیذاره. آه اینجا لاک عجب دافیه گسته. این هم که زده بلوپرینت چون بیتا هستن. ایچی جابه رو داریم اون برم اتون قاسم رو داریم. نه اون میلسیم خودمونه. این بعد ترس داک. این شبیه بازیگر لست آف آس نیست؟ داره شاید دختر بچه هست. دختره نیست؟ خدایی شبیشه فقط قد بلند کردم. خدایی واردنه ولی خوشگل تره ها نیست؟ واردنه ریزه میزه تر هم هست. نره مکروف رو داریم. مکروف بعد میگیم مکروف. مکروف مکروف او مکروف رو نگاه داداش داداش. بلیز هم داریم. خب این از اپریتورهای اوپن بیتاشه. میگم گانا رو که نمیتونیم بریم. استورم که هیچ. اوه اوه والد کردنش واقعا زیاده سریعه. یعنی گرند بایش چقدر بزرگه. بکن مپای وارز یا بلفز بخوردم. مپ وارزونه دیگه. فایت وارزونی و بهمه. بوس داشت. یویوی
این خودش چیزم بزنم، خودش چیز رو تکتیکال رفرش میکنه. آره تکتیکال اسپینتتون خودش رفرش میشه، اصلا نیاز به اسلات کنسل بچه شما ندارید. اسلات کنسل بچه اسلات کنسل بچه چی میزدیم؟ برای که تکتیکال اسپینت تا چیز ریسیت شد دیگه. اصلا نمیدونستن بچه ها همچین چیزی داره، باور کن. نه یکی گفته دیگه جدی ها. یعنی اون اوائل من مطمئن هفته شد دست اصلا نمیستن دلیل اسلات کنسل چی هست. اوه ای مستیس اینه منی جوزی از مپ وارزون یا نه را این مپ وارزون دیگه نه کسی لاکسون مایی دارم. بار اولی که زده شد برای تکتیکال بود، بعد یه دیگه ای چه اوپیه باشه داره آر پی جی میزنه تو اوپن بتا خدایا. داره تست میکنه دیگه، بینی وانشات میکنی یا نه. آجه اینا این فیلد آپگرید ها خودان توی وارزون واقعا خودان. ببین میکارید مقصد برای کمپرا اینو میکاره میره پشتش قایم میشه دار میکنه نمیبینی دیگه، اسلوت میکنه بعد دیدت هم مختل میکنه دیگه. اون چیزه چی بود میکاشتن رو زمین گرد بود اسلوت میکنه این افقی دیگه حالا پارت میکنه. آره خلاصه که این تکتیکال اسپین خودش اصلا چیز میشه، خودش رفرش میشه، یعنی عملا اونایی که برای این کار ازش استفاده میکنن نیازم نداره، ولی برای موومنت اوکیه. یعنی آه من الان انتخاب مگه نکردم؟ آه من اینو میخوام که خواهشم ماشی من بکشی ماشی ریلود کنسل بذار تو ریلود که اصلا میدوه. خب بذار ما بمیر کنسلش هم کردیم. حالا کار دیگه میخواید بکنیم مثلا فرض کن. آره اصلا توی ایدیس هم چیز میکنه ریلود میکنه. بس چیزی که اونجا این بود که مثلا تو ریلود نمیدوید دیگه، وای مثلا ریلود میکرد. به من نظر نهاییمو که من رو پی سی بدم، روی کنسول واقعا نمیتونم بهتون بگم، ولی تا اینجا به نظر من سرعت بازی اوکیه، قابل گامپلیش خیلی بیشتر دوست دارم. تمام مشکلش این دیلی بعد اسلایده. شما وقتی اسلاید میزنی مثلا در به اندازه یک ثانیه الا دو ثانیه طول میکشه شروع کنه دویدن، این مشکلشه بنظرم. گانایی که داریم فعلا SVA 545 که خیلی شبیه AN94 خیلی شبیه AN94 MTZ556 و MCW. MCWش خیلی شبیه چیز دیگه کیلو به نظر من، واقعا نمیدونم باناش چیان و تست کنیم. این که شبیه CX9ه، اسم CXش هم کردن رایوال 9. AMR9ش نمیدونم شبیه یه اسم شبیه بایزن به میده ولی بایزن نیست دیگه. این هم که استرایکره که همون UMPه دیگه. شاتگان این جدیده تا حالا نداشتیم، شاتگانم که همیشه بوده لاک بوده. این LMG هولگر رو داشتیم دیگه درسته تو مدرن 2019 هولگر رو داشتیم. PKM این یکی هم اینم که PKM گفتشون رو داشتیم. اسنایپا MTZ اینترسپتور نمیدونم چیه حتی مارکس من اینه و اینم MCW 6 و 8 واقعا اسمای آجید قشنگ معلوم با کون پریدن رو کیبورد. نره اسمای کارخونه ای قشنگ لانگ بو کیوی اینهیبیت ادیتور اوتوگان اسنایپش. کلتاش چیه؟ جالبه هنوز شیلد و نایف رو اد نکردن. کلتاش استینگره که همون شبیه مینی یوزیه. رنتیه اینجا باز اسمش گذاشتن رنتی و کور 45. لانچر هم که یه دونه پیلا گذاشتن. تکتیکالا فلش گرینید، بتل ریج. بتل ریج میگن اصلا باگه متا
باید فیکسش کنن. تیر میخوره جونت پر میشه. EMD نمیدونم EMD شستانه فکر کنم. آه EMD چی میشه اصلا؟ اسموک و ماین. این اسنپشه EMD. آره اسنپ. او رو مینی مپ نشون میده. هشمان ریویلش رو میکنم رو مینی مپ. لیتالا فرگینید بریچ درونه که جدید اومده. امتکس و همون ترمایت دیگه. یا ابلفس پوکبل گرنید. اینه گرنیده. تروفی سیستم. تروفی سیستمشو کام سکرن چیز همون هم خراب میکنه. جمره جمر مید باکس مانش آمونشن باکس ای سی ایس اوتومی کامپیوتر سپایک سلولی کپچر پوینت اند تمپوری هکس نیری انیمی دیوائس. او این برای مولتیه. این مورینا رو هم چیز میکنه بکنم و اسلو هم کپچر میکنه. یه چیز عجیب غریبیه. آها حال بریم سراغ گلاوزا. گلاوزا کویکر گلاو این ویپن سواپ رو زیاد میکنه. این اسکاونجر پرکای دیگه. این تقریبا میشه بگی امپ بازیه. این اسکاونجر این چیه؟ ریلود وایل اسپرینتینگ. آها دیدید من نمیتونستم ریلود کنم. یعنی ریلود میکنم نمیتونستم به دوام. بعد اینو بذاری و یعنی نمیتونی به دوی. خب الان بین این دوتا کدوم انتخاب میکنی مثلا تو بازی؟ این یا این؟ اگه امپ نباشه بازم اسنایپر باید اینو برداره ولی ای آر پلیر این بهترش نیست؟ نمیدونم سخت شد. خب کفشه ها لایت بی پرک نداریم؟ نه چیزی بینام پرک نداریم دیگه. اینا همه رو اینان پرک ها اینان. البته تو وارزون فرق میکرد فکر کنم. جالب شد. حالا تو بعد بعد یکی یه چیزی اینجا هبه تو وارزون پرک داشتن هجمتی. ببین این اینفنتری چیه این وست داره. او وسته میتونه چهار پرکه کنه و خود وسته اینجا مثلا دابل تایم داره. میبینی؟ دابل تایم رو وسته. یعنی خیلی چیزا زیاد شده. ترکیبا زیاد شده. این لایت ویت موومنت و سویم اسپیت رو زیاد میکنه. نویز سویمت هم از بین میبره. Increase climbing and mantling speed. خب بر منتل کم فال دمیجت هم کم میکنه. یکی از بالا سرت میپره پایین و بوس بوس. این دیشب میگفتم چیه این بود ساک بوس گذاشته بود. Increase strafe and ADS movement speed. اکثرا خب اینو برمیدارن. متاله آره این متال اینو برمیدارن. این یکی چیه؟ Tactical pads. Increase slide distance and allows to for full ADS while standing. آها این دیگه چیز نمیشه دیگه. تکتیکالش نمیکنه دیگه. تو ADS میبرد. چیزای عجیب غریبی ها. اینم میتونه چیز عجیب غریبی باشه. Covert sneakers eliminate. خب این که نمیتونه. اینو که نباید بیارن تو وارزون. این پرک نینجا بود آج متیزه. آره عکس نینجا روشه دیگه. نمیدونی اون بالا بود از قدیم تو کالا فوده. تو وارزون که نباید بیارن. ولی صدا داره. خب بریم چستاش. اکوپد ای او دی پدینگه. این جلو ای او دی رو میگیره. این پرک ای او دیه. اینم پرک بتل هاردننده. خب اینم بدن مولتی میخوره. این یکی بون کانداکت کانداکشن هدست ریدیوز کمبت نویز الوینگ امپرومنت آیدم را اینه میفوته. اوه صدای تیر و اینا رو کم میکنه. صدای گانشات انمی و فوتسه انمی رو زیاد میکنه. این یکی چیه؟ وارز هاسل لیزر. این فکر کنم مثل های آلرت دیگه. آره دیگه عکس های آلرت گذاشته روش. اینم که گست دیگه. پرکاس هست اینو دیگه. آره دیگه میگم پرکن دیگه. این پرک گست. وایل مووینگ میگه وقتی حرکت کنی یعنی اگه وایسی دیتکتت میکنه بلاک دیتکشن اف یو ای وی انمی رادار سورسز اند هارت بیت سنسور. خب این از این. حالا بریم تو وستا. وستا این که دابل تایم تونه. دابل تایم تونه. این یکی فکر کنم اورکیل باشه. ها اسپات انیمیز اکیوپمنت. نه انجینیره. انجینیره ولی خب چهار تا نمیتونم من برم روش. یعنی لاک لول دعوت بشم. یعنی یه پرک دیگه فکر کنم میتونید اضافه کنید احتمالاً. گانر وست. و اینم مکس اموه که ما تو مدرن دو اصلا نداشتیم. تو وارزون قبلی تو مدرن 2019 داشتیم که میخواستیم مثلا آخر بازی میامدی خواست فول تیر بشی دیگه. اینو نداشتی. اینو مثلا میتونی ست کنی. و اینم که چیز دیگه ریستاکه. ریستاکه که هر 25 ثانیه هم رفرش میشه و چیزت هم دوتایی میکنه. دیتالت هم دوتایی میکنه. باحال شده آجی. آره ترکیبای باحال درست کرد. حالا اینجوری که بوش میاد شما گس و
های آلرت رو نمیتونی با هم ورداری؟ یا میتونی؟ بسی به این داره؟ نه این اگه این وست رو ورداری فکر کنم میتونی. آره این مهمه. اگه این وست رو ورداری میتونی؟ این وست رو ورداری چه جوری بشه اصلا کلا کدوم رو میتونی؟ کدوم گیر رو میتونی؟ آه گیر رو میشه اصلا. اوه گیر دیگه آخریه دیگه. ببین چون روش بزن. بذار دوباره برم توش. روی هم وسته بذار. یه گیر یعنی اون چسته آخریه اینه. گیر. آره میتونی گست هم ورداری ولی خب در عوض های آلرت و چی میگم های آلرت دابل تایم رو از دست میدی و همینطور مکس امار رو از دست میدی و ریستاک یعنی ولی بازم بعضم همه اینو برمیدارن چرا گست و های آلرت رو با هم ور ندارن و تازه غیر از اون اثبات میکنه چیزا رو مثل کسی مین کاشته باشه نمیدونم کلیمور کاشته باشه تو خونه قشنگ راحت با این دیتکت میشه دیگه یه دونه وست یه دونه پر کم میکنه آه اینه گانر وست یه دونه پر کم میکنه برای آخر بازی من اصلا اوکیه چیا رو عدست میدی؟ بوتس رو عدست میدی دیگه لایت ویت رو عدست میدی؟ کلایمینگ رو عدست میدی؟ چیز خاصی عدست نمیدی واقعا آخر بازی من اصلا چیز خاصی رو واقعا عدست نمیدی خیلی خال بریم وست؟ وست مکس اما مثلا آخر بازی میخوای تیرت پرشه دو تا پرک بهت میده این مکس اما دو تا چیزه دو تا پریمیری بهت میده دو تا یه پرک ازت کم میکنه یه گان بهت میده آرموری مثلا همین اوه چه خوشگله ولی ها نیست خدایی کم چیز کمای والت ادیشن خیلی خفنه باحال شده آره اینم چیزشه قرمزشه من قرمز دارم آبی یک دو پنج تا اتچمنت میتونی بذاری اینم که افتر پارت که حالا بعدا با راجبش صحبت کنیم چهار ما داریم اینجا کمه ها رو اینجا نداریم پروگرشن هم که ورد اچیومنت ها اینا رو ورداشتن نمیتونیم کمه ها رو ببینیم کلن بستنش تا بازی ریلیز بشه کامل این چه خوشگل میشه چقدر خوشگله عده عده اوه چرا؟ اوه اینترو قوی هم ببینیم بچه مثلا الان این اون پرکی که بود که تو اسلاید میتونید تیزی ADS کنید به درد اسنایپر ها میخوره آه کلتش رو بس بس چرا والتش سریعه خیلی سریعه والت و منتلش یعنی پشمام آده اسنایفش خیلی تیر داره این که تازه ده تیر اون یکی چند و بیست و پنج تیر میخورد اسلاید کنسل داشتم اینو برای بچه‌ای که نمیدونن شاید خیلی به قول حمید خیلی‌ها نمیدونن اصلا داستان اسلاید کنسل چیه اسلاید کنسل اصلا چه جوری به وجود اومد برای اینکه شما تاکتیکال اسپرینتتون رو رفرش کنید یعنی بتونید دوباره گانو یه دستی بگیره بدوه خب اما این بازی خودش اتوماتش کرده تاکتیکال اسپرینتتون رو دیگه اصلا نیاز به اسلاید کنسل هم شما ندارید برای دویدن اسلاید کنسل فقط حکم موومنت رو داره یعنی اینکه شما جلوی یه نفر موومنت بزنید وگرنه هیچ حسن دیگه ای اسلاید کنسل تو این بازی نداره چون شما تاکتیکال اسپرینتتون خودش اتومات بدون اینکه هیچ کاری بکنید رفرش میشه بس من برم تو بازی اینم بهتون نشون بدم که منظورم چیه بعد ببندم ببین الان دو تا چیز راجع به موومنت من بهتون بگم اولا این پرکایی که اینجا هست خودشون تو موومنت خیلی تاثیر دارن خیلی این یه نکته حالا بعدا توی ویدیوش که الان میاد توضیح دادم کامل کامل هم که نمیشه بگی توضیح دادم دیگه این یه نکته نکته دوم این که شما هم نگاه کنید من اسلاید کنسل من کلا فرق داره من با ADS اسلاید کنسل میکنم اسلاید کنسل که میکنید یک ثانیه یا دو ثانیه کارکترتون نمیدوه این باگ قضیه اینجاست نکنه نمیدوه باگ قضیه اسلاید کنسلش الان اینجاست اینو باید درستش کنن به نظرم این دیلی باید درست کنن
اما راجع به اون حرفم که گفتم اسلاک کنسه، اصلا کارش رفرش کردن تکتیکالتونه دیگه، یعنی گانتون یه دستی بگیره. او الان تموم شد، ببین خودش دوباره رفرشش میکنه، نیاز نیست شما اسلاید کنسل کنید، میبینید دوباره خودش رفرشش میکنه. متوجه صحبت هم شدید؟ نکنید الان گانو میاره پایین، خودش دوباره رفرشش میکنه. اصلا دیگه شما نه نیاز به اسلاید کنسل دارید برای دویدن، ولی اسلاید کنسل فقط مثلا جلو انمی میخوای یه همچی موومنتی بزنی، چه میدونم یه همچی کاری میخوای جلو انمی. این حسن اسلاید کنسل فقط الان تو این مدر. یه نکته بهتون بگم، اگه شما برید توی پرکاتون، بذارم ببینم پرکو میتونم بهتون نشون بدم. این اگه برید توی پرکاتون این کفشه رو بندازید، دیگه گان هم کج نمی کنه، بقول معروف همون گانو معمولی ایم میکنه. این پرکا جدید اضافه شده، احتمالا تو وارزون هم اضافه خواهند شد. شما میتونی آفش کنی ولی با این پرکه میتونی آفش کنی. ولی میگم من اسلات کنسلم رو ADS، به خاطر این شما میبینید اگر رو ADS نباشه اسلات کنسلتون اصلا نمیبینید گانو کچ کنه.